امروز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر است با 27 ماه آوریل 2023 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنیم. تاج خروس‌های خامیه شعری بیتی از روانشاد نادرپور بگم و با این شعر شروع کنم. تاج خروس های سحر را بریدند و در خاک کردند، از خاک رسته از خرمن انبوه لاله ها. در 45 سال گذشته، در 44 سال گذشته، چقدر تاج خروس های این باغ ایران رو بریدند و در خاک کردند، ولی میبینیم که امروز از همون خاک انبوه لاله ها برخاستی، خرمن انبوه لاله ها خودشون نشون میده. بحثو با جلسه ای که امامزاده علی خامنه ای داشت با بسیجی ها، جوانان بسیجی، آغاز میکنم که بسیاری از دوستان ما، هموطنان ما در اون چه اتفاق افتاد شک و تردید دارن و اونو ساخته و پرداخته خود دستگاه میدونن و دلیلش هم اینه که میخوان به دنیا نشون بدن که این رهبر کسیه که در مقابلش میتونن اعتراض بکنن و تظاهرات. من متاسفانه با این عقیده دوستان همراه و همراه نیستم، برای اینکه خامنه ای آبرویی نداره. دنیای سیاسی اونو به عنوان یک دیکتاتور خشن و شاید بدترین دیکتاتور ها میدونه. رسانه های جهانی اونو به عنوان یک خودکامه میشناسه، دیکتاتور. افکار عمومی دنیا به همین دلیل. مردم ایران که با تمام وجود این دیکتاتوری و این جنایات رو احساس کردن، اونو یه آدم جانی میدونن. بنابراین به کی میخواد ثابت کنه که آزادی خواهه؟ نه، این یه دلیل. دلیل دیگه هم دارم. وقتی کسی پاشد و پیشنهاد همه پرسیدار از میان اون جوانان بسیجی، این به هم ریخت، کلن آشفته شد، دچار آشفته حالی شد، پریشان حالی شد، برای اینکه جوابش جواب یه آدمی که ادعای رهبری میکنه نبود، که دهن به دهن نمیخوام بشن. این پاسخ نیست. میتونست بگه که به این پاسخ شما جواب نمیدم، نمیخوام، صحبت ها دو طرفه بشه. مثلا به هر روی اگر برنامه ای هم چیده بودن که نشون بودن بسیجی ها تایید میکنند هنوز ترس این بریزه، ولی دیدیم که پاشدن و تظاهرات کردن و ایشون از ترسش به شدت فرار و برقرار ترجیح داد و محل رو ترک کرد. یک دلیل دیگه این که این کار ساختگی نبود این بود که در تمام ویدیوهایی که در ابتدا پخش شد و این نشون داده شد، این تظاهرات و این مخالفت ها، ولی در بار بعد در میدیاهای بعدی که منتشر شد این قسمت رو حذف کردن. بنابراین عقیده من اینه که مخالفت ها درون سپاه رسیده، بدنه سپاه، بدنه بسیج رسیده و اینو این آدم ترسو، بزدل و جانی احساس کرد و به همین دلیل بود که من یاد شعر بخشی
از شعر شادروان نادر نادرپور افتادم که تاج خروس های سحر را بریدند و در خاک کردند، از خاک رسته است خرمن انبوه لاله ها، که حتی در درون جوانان سپاه و نیروهای امنیتی هم رفته، چه بسیجی چه بسا در احتمالا در همون لباس شخصی ها، که موردهایی بوده که سردار پاسدارا بیان کردن، گفتن افراد ما ناراحتن از اینکه خواهرش در زندانه، اون دخترش در زندانه و اینها توجه نمی کنه. و مطلب دیگم، دلیل دیگه هم این که این ساختگی نبود اینه که میبینیم در مقابلش مجددا مسئله حجاب اسلامی رو مطرح کردن. اگر این آدم میخواست نشون بده که آدمی هست که اجازه میده مخالفت بکنن رو در باهاش، حداقل میتونست در مقابل مبارزان دلاورانه شیرزنان ما و جوانان ما در مقابل چی ظاهرا هم شده عقب نشینی بکنه، ولی دیدیم که پافشاری داره، اصرار داره، تلویزیون های مدار بسته گذاشتن که چقدر خرج شده، پولایی که خرج میکنه برای سرکوب مردم اگر به مردم برسه، مردم دچار این نمیشن که سه تا تخمار نتونن برای شب به خونشون ببرن، مرگ و ننگ بر تو مرد، که نمیشه بهتن گفت مرد با اون سوابقی که ازت میگن. خب بازم پافشاری داره روی حجاب اسلامی. چرا؟ اگر حجاب اسلامی نباشه گرسنگی مردم مطرح میشه، باید سرگرم حجاب بشن. اگر حجاب اسلامی نباشه پولهایی که میره برای سوریه و لبنان و فلسطین و یمن مطرح میشه، پس باید سرگرم حجاب باشن. عوامل خودش مأمور حجاب، مردم مبارزه با حجاب اسلامی. وقتی که در بلوچستان در یه ساختمان خرابه که جا گذاشتن رفتن 10 تا دانش آموز ما رفتن اون تو بدون نور درس میخونن، طبیعتا مردم میگن این قالیباف رئیس مجلسه، این همه ساختمون رو در استرالیا از کجا آورده و خریده. مردم میگن این پولی که تو حساب در خارج از تو و پسرت، این پول ها از کجا آمده و مبلغش چقدر، رقمش چقدر. تو اگر این پول ها رو بیاری در داخل و جزء بودجه مملکت بکنی، چند سال مردم به فروش نفت و گاز نیاز ندارن. اینا سوال میشه، پس باید مشهور یه ده زن حجابی هم استخدام کرده و بیچاره از زور بینوایی این پول رو قبول کردن که برن مأمور حجاب اسلامی بشن، بی حجابا رو نمیدونم نصیحت کنن، ارشاد کنن، چیکار کنن، که در متروها اینا رو فرستادن. حتی شنیدم در یک کافه رستورانی اطراف کاشان، یعنی در حومه کاشان، هم یکی از این زنها رفته اصرار داشته به این کسایی که دارن غذا میخورن که باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنید، که کار به جای رسیده که ناچار یه فصل شیرزنان ما که نمی کنن این کار رو کردن و کتک مفصلی هم به این زدن. بعد برای بسیجی ها و پاسداران و نمیدونم ذوب شدگان در ولایت چی میگه؟ میگه این امر به معروفه و استناد میکنه به امام سوم شیعیان. امام سوم شیعیان که در کربلا در مقابل یزید قرار گرفت و جان باخت و کشته شد، یا به قول مذهب یا شهید شد، امر به معروفش این بود که باید در مقابل دیکتاتور، حاکم دیکتاتور ایسا، حاکم دروغگو رو باید سرنگون کرد، باید به بساط دیکتاتوری خلیفه پایان داد. یعنی امر به معروف حسین اینطور کسایی که مطالعه دارند و قاطعانه بیان میکنن، یعنی مردم امر به معروف اینه که در مقابل امامزاده خامنه‌ای بیستید و سرنگونش کنید.
اینا اینو بر میگردونن به حجاب، اصلا ربطی نداره، هیچ ربطی نداره، ولی یک به اصطلاح غذای داخلی برای عوامل خودشه که اونا فهمیدن، و یک سرگرم کردن مردم و دور کردن مردم از حقایقی که در ایران وجود داره و پولهایی که دزدی میشه. حقوقهای کارمندای ما 5 میلیون حقوق دارن، یعنی 100 یورو، ولی کسی که تو کیهان گذاشته اون جانی 180 میلیون حقوق داره و نمایندگان مجلسش رقم های بالا وحشتناک. خب اینو مردم میپرسن، باید به این مردم به جای جواب گفتش که حجاب اسلامی رو رعایت بکنید. بعد در مسئله همه پرسش دیدید یکی دو بار مطرح کرده که من میخوام بگم فاتحه خود بر حقانیت و قانونی بودن جمهوری اسلامی با این جوابی که داد. در جواب کسانی که معتقدن 90% مردم با شما مخالفن باید یک همه پرسی بذاریم و در قانون اساسی گویا اصل 59 هم آمده و اینو حسن روحانی در هیئت دولت موقعی که رئیس جمهور علی خامنه‌ای بود در اونجا مطرح کرد و متن اصل 59 خوند که میگه در چه مواردی میشه و باید همه پرسی انجام بشه، همه پرسی برگزار بشه، و مثال هم زده بود که 2 مورد همه پرسی شده، یکی روز 12 فروردین 1357 برای به تصویب رسوندن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، و یک مورد هم اون موقع که خمینی مرده بود با عجله یه چیزی تهیه کردن مکمل قانون اساسی، اون هم گفتن همه پرسی شد و رای. اینا رو همه رو رئیس جمهور خودش اشاره کرده، ولی در جواب این اصل 59 و در جواب این صحبت های مستند روحانی مبتدی متکی بر اصل 59 چندین بار گفته شنیدین که میگه کسانی که در همه پرسی شرکت میکنن باید بینش داشته باشن، قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشن، و چون ندارن نباید همه پرسی برگزار بشه. این نشونی خودش میگه، خودش قدرت تجزیه تحلیل نداره، فکر کنه مردم ندارن. مردم آنچنان قدرت تجزیه و تحلیل دارن که چند سال بعد از استقرار جمهوری اسلامی تا امروز دارن مبارزه میکنن برای سرنگونیش. این قدرت تجزیه تحلیلشون. تو قدرت تجزیه تحلیل نداری که نمیفهمی، حتی نمیفهمی، خیلی عجیبه این آدم، اینقدر بی‌سواده، اینقدر بی‌نفهمه. آقا دشمن خارجی به قدرت خارجی میگن، قشون خارجی میگن، نیروی نظامی خارجی میگن که به یک کشور حمله کرد، مثل هم نیروهای نظامی آمریکا که در ویتنام بود، نیروهای روسیه شوروی که به افغانستان بود، هجوم پوتین در اوکراین و بسیار بسیار دیگه. این مفهوم اینه که دشمن خارجی یعنی دشمنی است که نیروی نظامی و خشون خارجی رو وارد یک کشور کرد، مثل دوران استعمار که این کشورهای مستعمره زده رو با زور قدرت نظامی اشغال میکردن. الان ایران ما هیچ کشوری در ایران نیرو پیاده نکرده، خود یورش نبرده، نیروی نظامی نداره، خشون نداره، دشمن خارجی مردم میره، دشمن خارجی مردم ایران که برای نهایی از استبداد و رسیدن به آزادی و استقرار حاکمیت ملی به پا خواستن به اینا میگه دشمن خارجی. اینقدر آدم بی سواد میشه، من نمیدونم، به هر حال دیکتاتوری هم داشتیم که مثل هیتلر و نمیدونم موسولینی و استالین خیلی هم میفهمیدن و خیلی هم بیش از زمانشون شاید میفهمیدن، فقط اون حس دیکتاتوری نمیذاشت
که نیروی مردم به حساب بیارن، نیرو از خودشون میدونستن، ولی فهم و شعور داشتن. حالا این آدم اومده میگه که مردم قدرت تجزیه تحلیل ندارن، بنابراین همه پرسی برگزار نمیشه. خب مگر 12 فروردین 1357 که شما با عجله این همه پرسی رو گذاشتید و وقتی هم بازرگان رفت قم گفت جمهوری ایران، خمینی گفت نه ایران رو خط بزنین، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، مردم قدرت تجزیه تحلیل داشتن. طبیعتا اگر انصاف داشته باشه میگی نه. خب بنابراین جمهوری اسلامی این همه پرسی، این برگزاری همه پرسی برای جمهوری اسلامی نادرسته، غیر قابل قبوله. بنابراین جمهوری اسلامی حقانیت قانونی نداره. اینو جبهه ملی در قطعنامه 25 خرداد سال 60 یعنی 42 سال پیش قاطعانه گفت جمهوری اسلامی فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است، یعنی از نظر قانونی شما یک نظام نیستید. پس خودت اعتراف کردی که مردم چون قدرت تجزیه تحلیل ندارند و طبیعتاً سال 1358 نداشتن، پس تو فاتحه خوندی بر جمهوری اسلامی و اعلام کردی که جمهوری اسلامی فاقد حقانیت قانون است. بعد هم میدونیم که هنوز عواملش به دستور یا غیر دستور این مسمومیت ها رو دارن انجام میدن، که به هر حال مردم مقاومت میکنن و خامنه ای باید بدونه نه تنها خودش رفتنی است، قبل از رفتنش حجاب اسلامی رفت. چه بخواهی چه نخواهی حجاب اسلامی به تاریخ پیوست. هیچ کشور مسلمانی در دنیا جز ایران و طالبان افغانستان دنبال حجاب نیستن، اونم برای پنهان کردن دوزی‌ها و جنایت‌ها و حقوق بازی‌ها و زد و بندها و اینکه خارجی‌ها اینا رو به قدرت رسونده، اینا مطرحه. حتی کشورهایی که تو پول بهشون میدی مثل سوریه، مثل یمن، مثل لبنان، مثل فلسطین، در اونجا حجاب اسلامی اجباری نیست. حجاب اسلامی در ایران مرد، تموم شد. تو بی خود بالا و پایین نپر، فکر نجات خودت باش، ببین کجا کدوم کشور کدوم دولت کدوم زماندار میپذیرته. همونطور که در جلسه فرار و برقرار ترجیح دادی، در ایران هم فرار و برقرار و ماندن در ایران ترجیح بدی. موردهای دیگه هم پیش اومده که میتونم اشاره بکنم. یکی شکست سنگین کشتی آزاد ما در آسیا بود که نتیجه بی‌کفایتی و خودخواهی و خودپسندی مسئولان فدراسیون که تصور میکنن کشتی رو با شعار مرگ بر آمریکا و کشتی نگرفتن قهرمانای ما با قهرمانای اسرائیل میتونن قهرمان جهان بکنن. اینا مدعی هم که کشتی آزاد ما در دنیا اول میشه، در ساشه در خود آسیا که بخشی از دنیا سوم شدن. اینم یکی از دلایل خودخواهی، خودپسندی و ذوب شدن در ولایت فقیه که کشتی آزاد ما که بزرگترین ورزش نشان آور در طول تاریخ ورزش بوده به این روز سیاه انداختن. حالا خیلی جالبه، همش اینا هم میگن ما قدرت داریم، نمیدونم پهپاد داریم، ما نمیدونم موشک داریم، ما با یه سکه فاصله میزنیم، همچه میکنیم. من به شخصه به این حرفا اعتماد دارم.
با دلایلی که دارم اعتقاد ندارم که جمهوری اسلامی از نظر قدرت نظامی خیلی قویه و آمریکا ازش میترسه. دلایلم هم اینه. یک اینه از روزی که اینا رفتن به کمک اسد تا امروز بنا به گفته مسئولان نظامی اسرائیل 300 بار پادگان‌های جمهوری اسلامی رو در سوریه بمباران کردن که هر بار چندین نفر کشته شد. 8 سال اسرائیل داره پادگان‌های جمهوری اسلامی آقای امامزاده علی خامنه‌ای رو بمباران میکنه و میکشه. اینا کوچکترین عکس العملی نشونه اونا میگن آمریکا هم میترسه، اسرائیل داره به شما حمله میکنه، اینا میگن آمریکا هم میترسه. این رئیس جمهور چه میدونم باکو، دولتمند باکو، برنامه داره با کمک ترکیه و پشتیبانی اسرائیل و احتمالا موافقت چین در اون جاده ابریشم، جاده جدید ابریشم، برنامه داره که این مرز 40 کیلومتری ایران و افغانستان رو ببنده. یعنی البته در یکی از جنگ ها که این فاصله 650 کیلومتر بوده موفق شده تبدیل کنه به یک فاصله 40 کیلومتری که ایران کرده. این همه تهدید میکنه، این همه سفارتخونه به اسرائیل میده، سفیر اسرائیل رو دعوت میکنه، این همه ترکیه ازش حمایت میکنه، اینا فقط تهدید میکنه. اگر پاتو بذاری اونور میزنی، اگر اون کار رو بکنی میزنی. سپاه گفت حسابتو میرسی، در آینده با ما طرفی. جز این چند تا حرف هیچی نگفتن. اون وقت وزیر خارجه بی سوادشون هم میره میگه رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگه ایشون رئیس جمهور آذربایجانه. نه تنها خودش بی سواد، طبیعی هم هست. آدم بی سواد و بی دانش آدم های بی سواد و بی دانش رو دور خودش میذاره. این میترسه حتی رئیس جمهوری رو که خودش انتخاب میکنه نوکر از سواد داشته باشه. میخواد یکی باشه که 6 کلاس بیشتر درس نخونده باشه. وزیر خارجه کسی باشه که رئیس جمهور تاجیکستان رو اعلام کنه رئیس جمهور پاکستان. بله اینم یه مورد دیگه که میخواستم بگم. من تردید دارم در این که جمهوری اسلامی از نظر نظامی قوی شده، همه بلوفه، بلوفه، هیچی ما از ایشون ندیدیم. لااقل در مورد اسرائیل که میخوان از صفحه جغرافیای جهان حذفش بکنن، اینو رئیس جمهورش پروفسور دکتر مهندس احمدی نژاد چه غلطی کردن توی 45 سال 44 سال برای حذف اسرائیل، جز حرف و جز این که ورزشکارای ما رو از رسیدن به نشان طلا یا نقره محروم کردن چه کار دیگه کرد؟ پس من معتقدم اونایی که باور کردن، هموطنانی که باور کردن جمهوری اسلامی یا نظر نظامی و فناوری و تسلیحاتی قویه، من تردید دارم. دلایلم هم گفتم. یک، در مورد اسرائیل هیچ واکنشی نشون ندادن. دو، اینکه الهام علیزاده زماندار باکو رو فقط تهدید میکنن. اگر پاتو یه قدم جلو بذاری زدیم، یه قدم جلو میذاری اشکاری، حالا اگر این رو بری میزنی رفته اشکاری نکرد. و من نگرانم از نظر منافع ایران که این مرز مشترک ما با ارمنستان که ما رو از خلیج فارس و بندر عباس وصل میکنه از طریق ارمنستان به گرجستان و اروپا، اینم با ادامه بودن جمهوری اسلامی خدای نکرده از دست بدیم، گویی که در آینده میتونیم مجددا برگردیم. ولی این یک اشتباه و اشتباه رضا شاه که اون قسمت 12 کیلومتری رو به آتاتورک مصطفی پاشا بخشید باعث شده که ترکیه از اون طریق با نخجوان خودش رو نزدیک میدونه. اونم دلش میخواد که با بسته شدن ارتباط، یعنی مرز ایران و افغانستان،
ارتباط پیدا کنه به کشورهای آسیای غربی، یعنی کشورهای کنار دریای مازندران. و خیلی جالبه که اون وابسته نظامی ما در پاریس برای رضا شاه توضیح داد که این قطعه ای که میخواد مصطفی پاشا از نظر سوبوجشی وی نهایت برای ما اهمیت داره و اینو شما از دست ندید. ولی خب رضا شاه با تمامی که نظامی بود، به هر حال نظامی تحصیل کرده و دانشگاه دیده که نبود، گفت نه یه مقدار خاک اهمیت نداره، اینو میبرشیم، عوضش بهترین رابطه رو بین ما و ترکیه در سالهای اخیر باعث شده. مطلب بعدی هم هست که من اشاره میکنم ولی بحث نمیکنم، میذارم این بحث رو در جلسه آینده، و اونم اینه که یک کارگردان گمنام یک نمایشی رو با ایجاد کرد برای به نام تفرقه بیاندازیم میان جنبش ملی کنون ایران. برای اینکه میان جنبش کنونی ایران تفرقه ایجاد کنیم، این نمایشنامه رو مطرح کرد و یک عده هم از حول حلیم رفتن بازیگر این نمایش، این کارگردان گمنام که من نه در این 25 در این 45 سال نه دیدمش نه نامی هم ازش شنیدم، تو این بازی افتادن و به هر حال یک عده هم امیدوار شدن. نتیجه این که با کنارگیری بازیکنهای شرکت کننده در این نمایش دیگه این نمایش به پایان رسید، ولی ضربه خودش رو به موقعیت جنبش ملی در ایران زد ولو موقت. گرچه این جنبش خاموش شدنی نیست، ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به هر حال در یک مقطع زمانی ایجاد تفرقه کرد، چیزی که خامنه‌ای در 6-7 ماه نتونست این تفرقه رو ایجاد کنه. این کارگردان گمنام با این نمایشنامه که خوشبختانه پایان پذیرفت ایجاد کرد که من چون میبینم فرصت نیست که در موردش صحبت بکنم، میذارم برای برنامه آینده، ولی استفاده میکنم از شعر کسرایی، سیاوش کسرایی، شاعر ایران دوست، میهن دوست، که متاسفانه تو دام رهبران حزب توده افتاده بود و به بیراهه رفته بود و موقعی هم که متوجه شد به بیراهه رفته دق کرد، عملا در اتریش جان باخت. بعد میگه که یه شعری داره که در من هراس نیست ز سردی و تیرگی، من از سپیده های دروغین مشوشم، که من با اجازه ایشون دست میبرم، در من هراس نیست ز در من هراس نیست ز سردی و تیرگی، من از سپیده های دروغین مشوشم، یعنی سپیده های دروغینی که میخوان خودشون در آسمان ایران مطرح کنن، من از سپیده های دروغین در وحشتم و امیدم به جز نیروی جوان نیست، و امیدم اینه که نیروی جوان این سپیده های دروغین رو تشخیص بدن و به جای سپیده های واقعی نگیرن. پاینده ایران.